تو این ویدیو اومدیم میدون انقلاب، همون میدون مجسمه. خیلیاتون میدونید که به خاطر وجود دانشگاه و کافه و کتابایی که اینجا هست، نسل جوان همیشه اینجا بوده و خواهد بود. حالا بریم ببینیم حال روزشون در حال حاضر به چه شکل و به چه صورت. با من همراه باشید بریم ببینیم. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله، همونطور که میبینید اومدیم سمت میدان انقلاب یا همون مجسمه سابق. میدونم که خیلیاتون اینجا رو بالاخره جز جای خیلی قدیمی تهران دیگه، الان تو این خیابونی هم که هستم میشه خیابون آزادی که انتهاش میشه تا میدون انقلاب، اما آیزنهاور قبل. من اسما رو همه رو میگم فقط به خاطر اینکه خیلی از عزیزان یه جورایی میشه که با اسمای قدیمی میشناسن. اینم که سینما پارس یا همون یونیورسال اگه اشتباه نکنم، بغلش هم که سینما مرکزی همون سانتراله. خیلیاتون اینجا تو این سینمای اطراف انقلاب همیشه حضور داشتید و رفتید و دیدید و میدونید چه خبره. میدونید الان که داریم میایم مستقیم رو به جلو میرسیم سر کارگر شمالی. خب کارگر شمالی میشه ابتدای خیابون امیرآباد و میره سمت رو به شمال. خیلی از عزیزان بچه همین خیابون امیرآباد این اطراف هم دیگه، کلا برای بچه انقلاب همیشه جزو محله‌ای بوده که از نظر شلوغی رفت آمد مرکزیت تهران به حساب می‌آمده. جلوتر هم که بریم میرسیم به بلوار کشاورز و بعدش هم که میشه پارک لاله یا هم پارک فرح. روونم نشرخید. ببینید شکل و شمایل میدون انقلاب کاملا تغییر کرده دیگه، حتی واسه کسایی که 20 سال پیش هم اینجا رو دیدن 100% تغییر کرده. اون المانی که این وسط بوده رو برداشتن و یه حالت گنبدی شکل کردن. حالا چرا دیگه من نمیدونم، البته دلیل داره ها از نظر معماری، ولی خب من نمیدونم. این سمت هم که میبینید پر از این کافه ها و قنادی ها و رستوران ها، الان به خاطر ماه رمضان هنوز باز نشده دیگه، نیم ساعت 40 دقیقه دیگه همشون باز میشه. نگاه کنید اینجا هم که کافه هایی با حس و حال قشنگ پره. یه عالمه از این خونه قدیمی های اطراف رو کردن کافه های شیک. چه عطری میزن، الان من عطسم میگیره. این سمت هم ببینید تو خیابون امیرآباد قراره از 4 روز دیگه کرایه های تاکسی، یعنی حمل و نقل و تاکسی 55%، مترو 25% گرون شه دیگه. حالا این کرایه‌ای که اینجا زده میدان 7 تیر از اینجا بخوای بریم نفری 6,000 تومنه، حالا 55% گرون میشه دیگه، تقریبا نفری 10,000 تومن. یه خودتون حسابشو بکنید. برگردیم بریم سمت خود میدون انقلاب، اینا رو ولش کنی بریم براتون اون حس و حال خود انقلاب رو به نمایش بذارم. برگشتیم سمت خود میدون انقلاب، اما مجسمه سابق. میدونید که اینجا یه قشر فرهنگی یا به قول خودمون دانشجو به خاطر نزدیکیش به دانشگاه تهران و یا عالمه دانشگاه آزاد که این اطراف هست و کلی هم کلاس، حالا کلاس های موسیقی هم و اقسام آدم ها اینجا میشه دیدشون. اکثرا هم دنبال کتاب و درس و اینا. درست سرانه کتاب تو ایران نسبت به خیلی از جای دنیا خیلی پایینه، یعنی ما عملا کتابخوانی به اون صورت نداریم. حالا اینجا مهد کتاب دیگه، حالا کتاب های درسی و کتاب های غیر درسی، حالا بستگی داره، رمان، داستان، آموزشی، پژوهشی یا هر چیز دیگه ای هم اینجا میشه پیدا کرد. اون دست خیابون رو برام دیگه اصلا نشون بدن، دوباره برمیگردیم همین ور رو میبینیم. چون میدونید که این کارگر جنوبی میره سمت میدون پاسور، میدون پر یا همون فکر کنم باغشاه بود اگه اشتباه نکنم، میره سمت گمرک و بعدش هم میرسیم به راهن. جزء خیابونای قدیمی تهرانه کارگر جنوبی یا همون سیمتری گذشته. یه نگاهی به اینجا بندازید چقدر تغییر کرده نسبت به 50 سال یا 20 سال پیشی که شما تو این بالاخره تو این میدون قرار گرفتید و کلی تغییرات ایجاد شده. حس حال مردم از همه طرف و همه جا، ساختمونا، هر چیزی که شما فکرشو بکنید اینجا تغییر کرده. الان این خط به قول خودمون بیارتی که اینجا اتوبوس تند رو مستقیم میرسه به میدون امام حسین یا فوزیه، تقریبا 5 کیلومتر خیابونه، بلیتش هم 2500. گفتم حالا شاید کنجکاو باشید بدونید به چه صورته. این کتاب فروشی ها رو میبینید همه، اگه دقت کنید همه یه تابلوهاشون به یه شکل فرمت استفاده، یه شکل استفاده کنن. الان خیلی از عزیزان از من ایراد میگیرن چرا فارسی را پاس نمیداری، بخاطر اینکه من فلودای صحبت میکنم و ناخواسته کلماتی هم که تو ذهنم شکل گرفته رو میگم. یه چیز جالب بهتون بگم، اینجا سینما بهمن، حالا اینجا دارید میبینید همون کاپری. شما بگید چه خاطراتی از اینجا دارید، عزیزانی که مال 50 سال پیش بودن و میمدن این قسمت شهر میچرخیدن و به قول خودمون روزگاری میگذروندن. میبینید الان نکنید اینجا خط عابر پیاده من دارم رد میشم، عملا کسی توقف نمیکنه، خیلی مراقب باشید. حتی میدونم که خیلیاتون ایران نمیاید، الان دیدید که موتوری اومد جلو تاکسی اومد این و بلبشویه برای خودش. یه لحظه ببرمتون سر خود جام سیمتری. کتاب آموزشی میبینید دیگه، اینجا پر از کتاب کنکور و مافیای کنکور و من دیگه اینجا اسمشو نمیبرم، اون خامه‌ای رو من هر دفعه رد شدم بهتون گفتم دیگه، خاطراتمو گفتم بهتون. الان شده دونه 40 تومن. خب اینجا همون خیابون سیمتری یا کارگر جنوبیه که بهتون گفتم، حسالش کاملا متفاوته با بقیه نقاطی که هست. حالا برگردیم بریم به ادامه مسیرمون رو بریم. میبینید اینجا پر از قشر دانشجوه دیگه، دوران دانشجویی از نظر من یکی از سرزنده ترین و فعال ترین دوران زندگی حداقل خود من بوده. تو اون دوران و کلی اینجا من خاطره دارم، همیشه با هم هر وقت اومدیم سمت انقلاب بهتون حسابی تعریف کردم از اون دوران که چقدر حس و حال خوبی بود. البته اون موقع خیلی فرق می‌کرد، محدودیت‌ها بیشتر بود حالا از همه نظر، امکاناتی که مثلا برای کارهای درسی یا هر چیز دیگه که شما فکر کنید یا کارهای پژوهشی کنار دانشجوهای دیگه، همه چیز محدودتر بود. الان بازتر شده ولی خب متاسفانه یه داره مسائل راحت‌تر شده، راحت تو اینترنت خیلی چیزا رو به دست میارن و به اسم خودشون. یا الان اینجا مثلا من 1000 بار رد شدم، دیدید که گفتم مثلا مقاله دکترا، پروپوزال، هر چیزی که شما فکرشو کنید اینجا دیگه به صورت عملی به فروش میرسه. حالا بگذریم از این داستان. این هم همون سینما بهمن یا کاپریه دیگه. جلوتر هم که میرسیم به دانشگاه تهران. قبل اینکه دوباره مسیر رو بریم دوباره هم تو اون خیابون که هر دو طرف رو ببینیم، چون اینجا هر دو طرفش برامون خاطر انگیزه، اینجوری نیستش که فقط یه طرفش باشه. کتابا رو میبینید اینجا همه کتاب دست دوم ریخته شده. حالا داره میگه 20 تومن، 30 تومن. واقعا الان یه کتابی مثل اینجور چیزا اصلا شاید زیر 200,000 تومن، 300,000 تومن تو چاپ‌های جدید نیست، همه بالا هستش. سرانه کتابخونه ما همیشه روز به روز، سال به سال پایین تر میره. بریم اون سمت. بله برگشتیم این سمت هم، بریم با هم ببینیم چه خبره. میدونید این سمت اکثرا به خاطر اینکه دانشجوها میان گذر میکنن یه شلوغ‌تره و ایستگاه مترو هم اینجا قرار داره، مترو انقلاب، به همین خاطر خیلی‌ها از مترو استفاده میکنن، براشون جزء مسائلیه که هر روز باید رد شن. دقیقاً اینجاست. خیلیاتون میدونم اینجا بالاخره برای یک بار هم که شده گذرتون افتاده و از اینجا عبور کردید. نه همون سینما کاپری سابق یا بهمن کنونیه. جلوتر هم که میریم سمت دانشگاه تهران. خیلیاتون از من میپرسید که تاریخ ویدیو دقیقاً کیه. من سعی کردم همیشه ویدیوام که واسه همون روز باشه یا دو سه روز اختلاف، نهایتا با 4 روز اختلاف براتون میذارم، ولی اکثریت دو سه روزی که پیش و روی هستش. به همین خاطره که همیشه جواب این سالو ندم، به خاطر بعضی مسائل دقیق تاریخ و ساعت رو نمیگم دیگه، خودتون منو بیشتر درک کنید دیگه. این سمت هم که فقط دانشجو در حال حرکت هم. من هر بار که بیام این سمت میبینید دیگه به چه صورته. دوران دانشجوییتون، البته میگم خیلی ها ممکنه اینجا به خاطر کارم مسیرشون بوده باشه، چون پر از شرکت‌های خصوصی و با شرکت‌هایی هستش که انتشارات یا یه عالمه شرکت‌ها حتی دولتی هم بوده که این اطراف هستش. از اینجا عبور می‌کردید و حس حالیشو به قول معروف بهتر از من شاید بدونید، ولی کلا تو فصل بهار اینجا یه چیز دیگه است. من قبل از این دو سه بار سعی کردم برم تو خود دانشگاه تهران، خیلی سفت و سخت دیگه نمیذارن بریم داخلش. قبلا راحت میرفتم، بالاخره همه دانشگاه‌هاشم هم که یه جورایی راحت میشناسم، ولی نشد. وگرنه دوست داشتم براتون از داخل خود دانشگاه تهران ویدیو بذارم. داره به هیچ تغییری نکرده، یعنی یه دونه شاید چند تا فضا بهش اضافه شده باشه، ولی اون حس و حال قدیمیش دست نخورده مونده. الان خودتون میتونید ببینید دیگه داخل اینجا رو، داخل دانشگاه. البته متاسفانه این خط ویژه رو میبینید، عبور موتور رو اینجور چیزا ممنوعه، ولی خب همیشه رد میشن و سرصداهاشون هم که همیشه زیاد و باعث میشه که آدم اذیت بشه. شما از خاطراتتون بگید به من. همیشه دوست داشتم جاهایی ببرمتون که حداقل خودم یا عالمه خاطره داشتم باش، یا سعی کردم جایی ببرم که خیلیاتون باش خاطره داشتید. چه جایی بیشتر دوست دارید ببینید حتما تو کامنت ها به من بگید. دیگه کم کم داریم میرسیم به سردر خود دانشگاه تهران. رسیدیم به خود سردر دانشگاه تهران. چند سالی هستش دیگه ورود و خروج دانشگاه از اینجا صورت نمیگیره و از درهای دیگه ایه که اینجا قرار داره انجام میشه. واقعا دوران دانشجویی یه چیز دیگه است از هر نظر. قشر جوون ما، قشر تحصیل کرده ما، همه آینده کشورم، هر کدومشون ایده ها و خلاقیت خاص خودشون دارن. امیدوارم که روز به روز شرایط بهتری برای این عزیزان فراهم بشه. ببرنتون اون دست خیابون، ببینید اونجا هم چه خبره. دیگه کم کم داره غروب میشه. این قسمت خیابون انقلاب یا همون شاهرضا میشه گفت بیشتر کتاباشو چیزی که میفروشن، حالا به دستفروشایی که چیزای تزیین میفروشن برای دانشجوها، بیشتر نوشت ابزارا، لوازم مثل کتابای تاریخی، کتابای رمان، خیلی چیزای این مدلی هم اینجا به فروش میرسه. اگه یه زمانی اومدید ایران ببینیم که دقیقاً چی به چی، الان خودتون میتونید مشاهده کنیم. اولش دوره میدون انقلاب، اکثر اون آموزشی، کنکوری، دانشگاهی، اینجور چیزاست و این سمت هرچی دورتر میشیم به یک صورت دیگه است. من که هر دفعه اومدم اینجا حس و حالم تغییر کرد، خاطراتم زنده شد. خیلی خوشحالم که میتونم از این طریق یه چیزایی، یه حسایی به شما عزیزان منتقل کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود.